برگشتیم در ادامه برنامه بخش حال شما و امروز بیشتر در رابطه با سرطان سینه صحبت خواهد کردیم با جناب دکتر صاحب میرویز علیزاده، دکتر در مرکز تشخیص و تداوی مرض سرطان در شفاخانه جمهوریت اینجا با ما هستند. جناب علیزاده صاحب سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید. صبح شما بخیر. سلام میمده جان بر شما، بر مریم جان همکارای عزیزتون و همه بیننده‌های عزیز تلویزیون تلو. زنده باشید. بله، شما هم اگر سوالی دارین میتونین تماس بگیرین 8656 و سوالات خود با ما شریک بسازین. دکتر صاحب، در تمام دنیا آمارایی که وجود داره از این نوع سرطان در مقام اول قرار داره. آیا در افغانستان هم این موضوع این آمارا صدق میکنه؟ یعنی آیا ما هم بیمارانمون بسیار هست یا آمار دقیقی هنوز نداریم از بیماران سرطان سینه؟ بله، متاسفانه بگویم که سرطان چنان که شما گفته در تمام دنیا واقعیتش رو به افزون است. بله. و در افغانستان همچنان روز به روز واقعیت سرطان بیشتر میگرده و واقعیت سرطان سینه متاسفانه که بیشترین واقعیت در افغانستان و در کل جهان تشکیل می تلبته در خانم ها که واقعیت بیشتر دارد. در کل جهان آمار ارقامی که توسط سازمان صحی جهان صورت گرفته در سال 2018 ارقام تازه که شایع شد دو 18.1 میلیون تن در کل جهان واقعیت جدی سرطان تشکیل شده بود، یعنی کشف گردیده بود و متاسفانه 9.6 میلیون تن زندگی خود را از دست داده بودند. در افغانستان باز در سال 2018 تخمینی که شده بود از طرف سازمان صحی جهان بیشتر از 20 هزار تن به سرطان مصاب شده بودند و در حدود 15 هزار تن زندگی خود را از دست داده بودند. با سرطان سینه، چون موضوع ما شما سرطان سینه می باشه، سرطان سینه یا سینه باز بیشتر از 3000 واقعش در افغانستان بوده که متاسفانه نصف از این با زندگی خود از دست دادن. یعنی ارقامش چیزی که در جهان هم قدر بیشتر گریده در افغانستان هم رو به افزایش می باشه. چرا دکتر صاحب از علائم و نشانه‌هایش همیشه صحبت بکنیم؟ بله، بسیار مهم است. امید که همه بیننده‌های عزیز تلویزیون طلوع متوجه شوند و خصوصا خانم ها و دختر خانم ها. علائم و نشانه هایش که است که موجودیت کتله در سیدیه یا سینه در یک از سیدیه ها، موجودیت کتله بسیار مهم است و یا پندیدگی در تمام سیدیه و یا در یک قسمت آن، سرخی، چملکی و یا کمرنگ شدن جلد سیاه بسیار مهم است. بعض اوقات از نوک سیدیه یا سینه افرازات افراز می شود که او شیر نمی باشه، افرازات غیر نرمال می باشه. بعض اوقات نوک سیدیه به طرف داخل خود چملک یا کش می سازه، این علائم بار سرطان سیدیه است. بعض اوقات در خود سیدیه درد به وجود می و یا در یک قسمت آن درد به وجود می و یا در یک قسمت سیدیه چملکی به وجود می، سرخی به وجود می، این علائم بارز سرطان سینه می باشد. تشخیصی که توسط خود خانم صورت می گیره، این چقدر می تونه مفید باشه؟ آیا تاثیرگذار بوده در تداوی بهتر یا خیر؟ بسیار اصل مهم است که خوشبختانه سرطان سینه یا سینه که است نسبت به دیگر سرطان ها بسیار زود تشخیص میشه اگر خانم ها خودش متوجه خود شوند. عموما همه خانم ها باید ماه یک بار سیدیه های خود را خود چک نمایند، یعنی تشخیص ابتدایی است که توسط خود خانم یا دختر خانم صورت میگیره، خصوصا در وقت حمام گرفتن. بله، یک تماس داریم. خاطره جان پشت خط هستن. سلام خاطره، صبح بخیر، بفرما. بله، صبح بخیر. مریم جان از دکتر سر پرسان میکردم ایچی دمیزه ری بغل مامت کلولکی پیدا شده. بله، تماس تا نقد نکنید، سوال ندارین شما دکتر صاحب. بله، چقدر وقت میشه می کلولگی به وجود آمده؟ بله، خب تماسشان قطع شد. پاسخ از مریم جان هم میشنویم. بله، بیشتر پرسیدن. بله، برای مریم جان یک گپ بسیار مهمی است که خب تماسشان قطع شد، ما باید یک خاطره جان بودن. خاطره جان سوالی که مریم پرسیدن. بله بله، خاطره جان خودی بود. بله بله، سوال اول از ور اول جواب خوب بسیار خوب از خاطر را جواب بده. باز نمونه از ور فقط و میتونه که به شفاخانه جمهوریت مرکز سرطان یک دفعه مراجعه کنه و خودشان خوب کردن که متوجه از کتله یا پندیدگی شدن. اگر همچون پندیدگی در سیدیشان موجود باشد
و یا در دیگر اعضای زیر بغلشان موجود باشد، باید به زودترین فرصت منزل دوی شبخانه جمهوریت مراجعه کنند. من به جواب سوال شما، همه خانم ها باید ما یک بار به صدای خود را خود معاینه کنند. خانم هایی که عادت ماهوار دارند، البته خانم هایی که حامله هستند و می توانند یک تاریخ مشخص را نشانی کنند، به خاطر که و باز عادت ماهوار ندارند، تاریخ از پیشان غلط نشند. مثال گپ تاریخ اول 15 یک تاریخ مشخص بسازند، و خانم هایی که بعد از سن 50 سالگی در جریان سن 50 سالگی قرار دارند و باید یک تاریخ مشخص را برای خود نشانی کنند تا به اون تاریخ در ماه یک دفعه صدای خود را خود معاینه کنند تا تشخیصشان زودتر صورت بگیرد. یک تماس دیگه هم داریم. خالده جان سلام، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر خانم. بفرمایید سوالتان رو بپرسین خالده. سلام مریم جان، شما بخیر، شما دکتر صاحب یمن جان بخیر، شما معذرت خواهی بتماشید. سوالتانه شریک بسازین بابا. بله. بله سلام علیکم. خالده جان میشه سوالت مطرح بکنی؟ من در سینه مغزی پیدا شده بود یک چند وقت پیش، باز به کابل رفته عملیاتش کردم، دوباره جیو نشده، دوباره قبض پیدا شد. چی باید کنم؟ مشوره میخوایم از دکتر صاحب. تماس تا نقط نکنید، سوال ندارید. بله، همه غدودی که پیدا شده بود در سیدی تانی عملیات که کده، او را باز بخاطر معاینه پاتولوژی یا استوپاتولوژی او را برد در لابراتوار معاینه شد، که نتیجه ازی چه بوده؟ معاینه کردم، گفتن سرطان سینه نیست، گفتن همتی غدود پیدا شده، گفت حالا باز دوباره هم تو غدود دوباره شده، دکتر صاحب چی کنم؟ سیست، تشکر، سوال شما را جواب میدیم. تشکر. بله. خب یا میتونه چون یک دفعه عملیات کردن و بعد از او باز ای غدود یا ای کتله باز مایان گردیده، این بسیار مهم است و اومن دمی قسمت که باز پسان از یاد ما نره، با اومن دکتر صاحبای یک پیام دارم. دکتر صاحبای خصوصا دکتر صاحبای جرایی اومن یا کوشش کنن که در کتله هایی که در سیدیه به وجود می یا سر به خود او را عملیات نکنن. او را راجع کنه باشه. اکثرا همه قسم است. و متاسفانه باز واقعیت که واقعیت سرطان هم که به وجود می از این همه قسم باز او در حالت به وجود می که سرطانش هم پیشرفته شده می باشه. بخاطر که او به غیر شکل غیر مسلکی او را عملیات میکنن، باز او را یک بایپسی به شکل نمونه برداری به لابراتوار هم رایی نمیکنه که تا معایناتشان هستوپاتولوژی یا معاینات پاتولوژی در صورت بگیره که معلوم شه و کوچی است. آیا او یک تومور یا کتله سلیم بوده که تغییر بوده؟ اگر باز هم یا مجبور میشن، خصوصا در ولایات یا در کابل یا در دیگر جایی که باید تو را عملیات کنن، باید تو را با یک مرکز مجهز، لابراتوار مجهز رایی کنه که معلوم شه. بله. یک تماس دیگه هم داریم. بله. فرزانه جان هستن که قد نشد تماسشون. فرزانه صبح بخیر، سوالتان. سلام، صبح شما بخیر. تشکر. فرزانه جان سوالت بپرس. دکتر صاحب، من 3 ماه میشه حالت ماهوار نشدم، در دکترم میرم، دکتر دوامه هیچ پایده نمیکنه و 3 ماه 4 ماه میشه حالت ماهوار اصلا نمیشم، بخاطری که نمیفهم چرا. سوال شما را جواب میشه. تشکر. خب پس خواهر ما خواهر و یک دفعه بازم شبخانه جمهوریت مراجعه کنه تا سیدی ازیاد توسط ما یک تلویزیونی معاینه تلویزیونی از او میکنیم که یا اگر سنشان بیشتر از 40 سال باشه یک معاینه ماموگرافی صورت میگیره، بعد از او و به شکل فیزیکی سیدی ازیاد معاینه میشه که معلوم شود که آیا کدام تغییرات دیگه در سیدی ازیاد موجود است یا نیست. بعد. اگر موجود نباشه معاینه تلویزیونی و خصوصا معاینه ماموگرافی منفی باشه، اگر ضرورت شد این کتله را ما یک بایوپسی میگیریم، اگر معاینه از اون منفی برآمد باز ضرورت به چیز دیگه نیست، یک کتله سلیم بوده، خبیث نبوده، خواهر ما باید تشویش نکنن. بله. و یک دفعه باید به شبخانه جمهوریت مراجعه کنه. قابل درمان است دکتر صاحب؟ بله، سرطان ها عموما همه سرطان ها قابل درمان میباشه اگر در حالت ابتدایی تداویشان صورت بگیرد. بله. با دوات تداوی میشه. بله بله. خوشبختانه یک گپی است که سرطان سیده چون بیشتر قابل درمان است اگر در حالت ابتدایی صورت تشخیص شود، خصوصا در گرید اول و دو و سه اگر تشخیص شود. بله. یک تماس دیگه داریم. بهار جان صبح بخیر، بفرمایید. میشه سوال تانه مطرح بکنین؟
خب متاسفانه. خب سوال یک همشیری دیگه من پرسان کردن که گفتن که سه ماه میشه عادت محور مقعد کرده، میتونه پیش یک دکتر یا متخصص ولادی نسایی مراجعه کنه چون مربوط از اون میشه و از نزدیک یا معاینه کنه که علت از چی بوده، بعد از اون یک ادویه منظم شاید برشان داده شو، ان شاء الله تکلیفشون رفع میشه. بسیار تشکر جناب دکتر صاحب، بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر از شما. تشکر. بعد از وقفه برخواهیم گشت. دوست عزیز سلام، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین، برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.